به پیشواز از 8 مارچ روز همبستگی زنان جهان برنامه های مختلفی در هرات برگزار شد. در این برنامه ها به زنان فعال عرصه اجتماعی تندیس شجاعت اهدا شد. مسئولان اداره امور زنان هرات میگویند تقدیر از زنان فعال جامعه باعث می شود تا همبستگی زنان بیشتر شود و فعالیت ها در عرصه مبارزه با خشونت ها بهتر گردد. اما برخی زنان به این باورند که برگزاری برنامه های نمادین تأثیری روی وضعیت زنان نخواهد گذاشت. در آستانه تجلیل از 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان جهان در هرات برنامه‌های گوناگونی برگزار شده است. این برنامه‌ها به هدف تقدیر و ستایش از زنان فعال عرصه اجتماعی و توزیع تندیس شجاعت به این زنان برگزار گردیده است. نهادهای اجتماعی جوانان و سازمان خط نو به پیشواز از 8 مارچ شماری از زنان فعال نظامی و عرصه اجتماعی را تقدیر نمودند. برگزار کنندگان هدف از برگزاری این برنامه‌ها را بلند بردن سطح آگاهی زنان می‌خوانند. برای رشد خانم‌ها تأثیرات خیلی خوبی داشته. امنوای اینا تشویق میشن، در طیف‌های مختلف کار میکنن و ما می‌خواستیم به عنوان افراد از جامعه از خانم‌ها تقدیری داشته باشیم تا در آینده شاهد پیشرفت‌های خوبی باشیم. در این برنامه ها تندیس شجاعت به زنانی که در عرصه نظامی فعالیت دارند توضیح شد. همچنان زنان فعال عرصه اجتماعی در این ولایت هم ستایش شدند. شماری از این بانوان میگویند قدردانی از فعالیت های زنان و تشویق آنان از اینکه در عرصه اجتماع و نظام کار می کنند می تواند وضعیت آنها را بهبود ببخشد. یک گام میتونه برای خانم ها باشه که در آینده رقابت بیشتری بین هم داشته باشند و تلاش بیشتری بکنند برای حفظ جایگاه یایی که برای رسیدن به جایگاه بلند. و امروز میبینیم که 5 زن برتر نخبه انتخاب میشه، یعنی خانم ها تشویق میشن. از نظر من این کارهای مسائل برای خانم ها خیلی خوبه. در همین حال مسئولان اداره امور زنان هرات هم پافشاری دارند که این گونه برنامه ها برای رشد و ظرفیت زنان تاثیرگذار است. بنابراین تشویق زنان که در عرصه اجتماع فعالیت دارند و همچنان در کنار مردان در صف نظام ایستادند می تواند فعالیت آنها را بیشتر بازتاب دهد. بعث مکافات می تواند که مشوق باشه برزی که بتونه چون افرادی که کار کردن قدر کار از اونا دانسته بشه و یک تشویق و ذهنیت بیشتر اونا برن کار بکنه. همچنین می تواند یک الگوی خوبی برای دیگران تمام بشه. از سوی دیگر برخی نمایندگان مردم در شورای ولایتی هرات به این باورند که برگزاری برنامه‌های نمادین هیچ دردی را دوا نمی‌کند. در حالی که در آستانه 8 مارچ روز جهانی زن قرار داریم، نیاز است تا از این روزها استفاده خوبی صورت گیرد و برنامه‌های مؤثری برگزار شود. و چی بیتر است که حداقل آدم سر بتونن بزنن کسایی که واقعا این روزها برگزار میکنن و میخواین پیامی برای کسایی داشته باشن که دیگر خشونت بس است و به جاهای پرگیر ما باید برگزار بشه که خانم ها نیاز دارن کسانی حضور پیدا کنن که همیشه دست به خشونت میزنن و مشکلات زنان حداقل 2% بتونه حل بشه. همانند سالهای گذشته قرار است امسال هم برنامه‌های گوناگون به منظور تجلیل از روز جهانی زن در هرات برگزار شود. فعالان حقوق زن انتظار دارند که این برنامه‌ها برای بهبود وضعیت زنان مؤثر باشد.